بله بریم ورزشگاه با گزارش همکار خوبم مرتضی اسدی. بازی رو ببینیم، بین دو نیمه برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید. از ورزشگاه اختصاصی گلگهر سیرجان دیداری که قرار هست احتمالاً جذاب و هیجان دوست داشتنی باشه بین گلگهر سیرجان و پیکان تهران. بلند و روی دروازه پیکان تهران در همین دقایق ابتدایی در یک سوم زمین خودشون و انجام پاسای کوتاه، حالا اشتباه میکنن، روبرتو تورس برای علیرضا علیزاده، از بالای دروازه پیکان تهران توپ بیرون رفت. علیرضا کوشکی، رزاخبود به سرعت در حال اضافه شدن هست. سید ابوالفضل ارسال بر روی دروازه، نمیرسه اونجا توپ سعید سحرخیزان. حالا از اون طرف روبرتو تورس باید ارسال کنه بر روی دروازه، خطرناک. باز هم موفق تر ایمان صادقی، اریک باگناما پشت محوطه جریمه. اریک باگناما، باگنامو، سحرخیزان، روبرتو تورس همه هستن. حالا برای سعید سحرخیزان، گل شد اونجا، نشد، اعلام خطا شد از آقای احمد محمدی. سوت آقای احمد محمدی، ضربه باید ارسال بشه بر روی دروازه پیکان تهران. حالا ارسال بلند بر روی دروازه پیکان تهران، جفت و جور نشد روی سر مسیح زاهدی. حرکت میکنه اونجا بهنام برزای، باری کلا ارسال بلند از بهنام برزای، اگر میرسید به کوشکی. حالا رزاخپور، این بار از جناح مخالف ارسال و گل. چه گلی! احمد رضا زنده رو، بازیکن کرمانی تیم گلگهر سیرجان، در دقیقه 42 گلگهر رو نفس راحتی میکشه اونجا مارینوس و بازیکن گلگهر سیرجان آبی مینوشن تا خیالشون حداقل از بابت این نیمه راحت باشه. این هم صحنه آهسته ای که پیکان تهران ببینید یک بار دیگه. انصافا چندین و چند بار هم اگر گل گلگهر رو ببینیم، سمت راست دروازه خودشون باید ارسال کنه بر روی دروازه سیرجانی ها، بلند و اونجا هم برمیگردونن توپ رو. پرتو به اوت هم برای سیرجانی ها، ارسال بلند بر روی دروازه، اونجا میرفت یک لحظه گل دوم برای گلگهر سیرجان به ثمر برسه، اما اینطوری نشد. از جناح مخالف این بار برمیگردونه برای کوشکی. حالا احمد رضا زنده رو، ببینیم گل میشه یا نه. نشد این بار. از جناح راست برمیگرده به عقب، پر تعداد هستن سیرجانی ها اونجا، موفق تر بهنام برزای، پشت محوطه جریمه، باری کلا به علیرضا علیزاده. مسیح زاهدی برای کوشکی، خود کوشکی میتونه ضربه رو بزنه، زد اتفاقا، با اختلاف اندک از بغل دروازه ایمان صادقی به بیرون رفت. ارسال بلند بر روی دروازه گلگهر سیرجان، موقعیت هست اونجا برای پیکان، ناموفق هست. بلند ارسال بر روی دروازه گلگهر سیرجان، فرشید اسماعیلی باید مراقب باشه اونجا خط دفاعی گلگهر سیرجان. امیرحسین صدقی، ارسال بلند در این دقایق، خیلی باید سیرجانی ها مراقب باشه. و توی دروازه 1-1 گلگهر سیرجان و پیکان تهران، ضربه‌ای که حامد پاکدل زد و دروازه محمد رضا اخباری رو باز کرد. من احساس کردم یک لحظه دفاع گلگهر رها کرد، کاری هم از دست محمد رضا اخباری دیگه بر نیومد. تیبرده به دنبال توپ، اونجا یک لحظه به نظر میاد خطای پنالتی، بله بله خطای پنالتی شکل میگیره برای گلگهر سیرجان در دقیقه 88. دست مدافع پیکان تهران برخورد کرد، به دست محمد آژیر برخورد کرد، از سری که میشل تیبرده فشاری که گذاشت بر روی تپش و هیجان برای هواداران سیرجانی. روبرتو تورس پشت توپ در تقابل با ایمان صادقی و توی دروازه برای گلگهر سیرجان، روبرتو تورس مورالس اسپانیایی.
گلگهر سیرجان 2 پیکان تهران 1 و هم ضربه بی نظیر و دیدنی روبرتو تورس گوشه دروازه به مسافه نساجی مازندران میره. به محض تموم شدن این بازی به ورزشگاه قائم شهر میریم و اونجا ببینید یک بار دیگه وای باز هم گل. چقدر بد در دقیقه ارسال ها دریافت کردن. ببینید از کجا ارسال کرد. اینجا ابراهیم صالحی ضربه‌ای که در حالت نیمه متعادل هم بود زد و کاری هم از دست